یه بار دیگه ارسال، یک ضربه سر، گل برای پرسپولیس. چه کسی هم گل میزنه؟ رضا اسدی کارو تموم کرد روی یک ضربه کورنر در 62مین دقیقه. پرسپولیس رو 1-0 از فولاد پیش میندازه. ترابیان باز میخوام ترابی یه ضربه سر و توی دروازه گل دوم، آفساید هم نیست. حامد پاکدل گل دوم پرسپولیس رو میزنه. روند پرسپولیس بعد از زدن گل به شکلی بود که انتظار زدن گل دوم هم میرفت و سه موقعیت رو خراب کردن و این بار دیگه کاری از دستان احسان مرادیان هم بر نمی اومد. ارسال مهدی ترابی، ضربه ایستادی که حامد پاکدل با پشت سر زد و توپ به راحتی در دروازه فولاد قرار گرفت. این ارسال ترابی و این ضربه سر حامد پاکدل. مهدی ترابی رو صاحب توپ میکنن. حالا اسدی برای وحید امیری، پاس خوب تک به تک آل کثیر و گل سوم پرسپولیس رو عیسی آل کثیر میزنه. بازیکن خوزستانی پرسپولیس روی یک حرکت تیمی خوب کارو تمام کرد. 3-1 رسیده پرسپولیس. این پاس خوب وحید امیری و آل کثیر به راحتی این فرصت ها رو از دست نمیده. صحبش هم خود پزا داره اونجا آل کثیر. پرسپولیس داره هجوم میاره. وحید امیری فرصت عبدی و گل توی دروازه. مهدی عبدی دروازه نساجی رو باز کرد و خوشحالی هم نمی کنه. اینجوری پاس رو فرستاد و در جا ضربه رو زد مهدی عبدی. این بار دیگه کاری از دست مدافعان نساجی هم بر نیومد. پرسپولیس 1-0 قائم شهر. گشت عالی از پرسپولیس. چه بدون توپ خوبی انجام دادن. سیامک نعمتی فرصت داره. پرسپولیس عبدی، خود عبدی، گل توی دروازه. دبل مهدی عبدی. گره بازی رو بازم عبدی باز میکنه. حرکت رو ببین. اگه خوش از قبل‌تر می‌دیدیم که چیکار کردن پرسپولیس. سیامک نعمتی تعویضی یحیی گل محمدی. رضا اسدی پیش به مهدی عبدی رسید. با یه سر توپ دو نفر رفتن واسه خودشون و مهدی عبدی تونست دروازه حقیقی رو برای بار دوم باز بکنه. کاملا جناح راست پرسپولیس جون گرفت با آمدن سیامک نعمتی. باز هم آلیشا از سمت راست درون محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن پرسپولیس و خطا. نوشی سوفیانی همچنان ناراحت روی زمین هست. نتونست به توپ هم ضربه بزنه. آل کثیر ترابی حرکت میکنه به سمت چارچوب و توی دروازه. گل مساوی رو برای پرسپولیس تهران مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی میزنه. گل پرسپولیس رو زد. جعفری اسدی به سمت راست میاره. مهدی شیری ارسال بلند روی دروازه. موقعیت برای پرسپولیس داخل محوطه جریمه و تو میگه توی دروازه قرار میگیره. دروازه رو باز میکنه اونجا میلاد سلک و یک برسه پرسپولیس جلو میفته در 72مین دقیقه مسابقه. با هم ببینیم صحنه است رو. کاملا فضا باز بود برای سلک. تو پیشا برخورد کرد به توهیدست و در نهایت در درون دروازه قرار گرفت. اینجوری پرسپولیس 1-0 آبادان 0. حالا پرسپولیس با این پیروزی میتونه 11 امتیازی بشه و بره در رتبه پنجم جدول قرار بگیره. آروم آروم پرسپولیس داره خودش رو نزدیک میکنه به جایی که درش حضور داشت، صدر جدول. یک دهم تیم‌های میزبان در قسمت‌های آینده‌ای پیروز شدن. ببینید دقیقاً مسابقه چه اتفاقی رخ خواهد داد. فرصت
میزنن برای تیم پرسپولیس دارن اضافه میشن یک سوم دفاعی نفت پاس کوتاه داخل محوطه جریمه گل شد گل شد مهدی عبدی بازی رو یک بر صفر میکنه حرکت تیمی سرعت برقاسای قرمز میکنه پایتخت و دروازه ای که فرو میریزه علی محسن زاده نتونست مانع فرو پاشه دروازه بشه و خوشحالی یحیی گل محمدی و کادر فنی پرسپولیس به کار یک در سر شد و این گل تیم نوید بازی جذاب خری بده بلند از روی سر همه میگذره و یه ضربه سر بی‌نقص و استثنایی حساب کار رو یک یک مساوی میکنه فرشاد فرج غفلت نکرد عالی شاه و ضربه کرنری دیگر بلند به دروازه این ضربه سر و توی دروازه پرسپولیس و یه گل دقیقه 90 شیرین برای هواداراش بازی جذاب و پرفیقی دو تیم دو مساوی این ضربه سر در بین راه برخورد هم داشت به سر آله کثیر و توپ در اون دروازه جای گرفت البته گل رو باید به نام عیسی آله کثیر ثبت کرد یه بار دیگه ببینید نه توپ به سر مدافع انگار حریف اشتباه این سمت حالا از دروازه‌بان پیکان ترابی توپو در اختیار گرفته پاس رو به جلو فرصت برای مهدی عبدی و توپی که توی دروازه قرار گرفته دروازه رو مهدی عبدی باز بکنه و مثل پارسال موفق شد دروازه پیکان رو باز بکنه مهدی عبدی حساب کار یک بر صفر شد به نفع پرسپولیس خیلی زود شاگردان یحیی گل محمدی جلو میافتن و میبینید از کادر فنی پرسپولیس رو و خوشحالی مهدی عبدی کلن رقیب دوست داشتنیش پیکان و باز هم به این تیم گل میزن شیری اونجا ضربه سر رو میزنه سید جلال در ادامه تکمیل میکنه کار شیری رو و توپو گرفتن بازیکنه پرسپولیس پاس رو به جلو حالا عالی شاه حمله بازیکنه پرسپولیس از سمت راست عالی شاه پاس زمینی رو به جلو و توپی که توی دروازه قرار گرفت حالا عیسی آل کثیر موفق میشه گلزنی بکنه مقابل پیکان دو بر صفر به نفع پرسپولیس و عیسی آل کثیر هم در این مسابقه موفق به گلزنی میشه پور حمیدی باز هم واکنش خوبی نداشت و پرسپولیس دو پیکان سه حرکت خوب امید آلیشا از سمت راست و عیسی آلی کثیری که موفق میشه گلزنی هم بکنه تعادلش هم به هم خورده در نهایت آلومینیوم همه چیشون هم با همکی برابره هم گلوی زنی و خورده هم تفاوتو در سمت راست و این امینی پاس رو به جلوی قشنگ فرصت برای پرسپولیس پاس رو به بیرون و توی دروازه خیال همه رو راحت میکنه علی شجاعی و حساب کار رو 3-1 میکنه علی شجاعی بازیکن تعویضی یحیی گل محمدی گل سوم رو به ثمر میرسونه و دیبالایی هم خوشحالی میکنه و دیگه در جمع عکاسان کنار زمین هم قرار میگیره و حساب کار 3-1 میشه و این امینی پاس خوبش برای اسدی ارسال رو به بیرون و دروازه رو باز کرد علی شجاعی حساب کار رو 3-1 مسعود ابراهیم زاده هم تا لحظه دیگه به زمین میاد برای زوبان امیری میفرسته یه لحظه دو به دستان دروازه‌بان زوبان که چه اشتباهی کرد وای خودش هم همین جمله رو میگه در مسابقه که خیلی دروازش تهدید نشد به لحظی با از دستش جدا شد و گل اول پرخوشان که مهمترین اتفاق هست برای این تیم برای قرار گرفتن در بین تیم‌های بالای جدول با توجه به شرایطی که لیگ ما داره پرسپولیس 1-0 یه لحظه نزدیک بود ارتباط رو قطع کنه توپ رو گرفت 3-4 متری فضا داره میاره جلو تو هست آلیشا نعمتی یه موقعیت آل کثیر میچرخه میزنه ولی اونجا باسم دفاع و نقطه پنالتی و اعتراض زوبانی ها کلن آل کثیر خوب پنالتی میگیره تو این مسافه یک در برابر یک پیشروی نعمتی این برخورد
بهتر بود از این زاویه ببینیم. چرخی مکس داره نگاه به دروازه زوباهن و در شرایطی که مسیر توپ رو تشخیص میده گل دوم رو میزنه ترابی. تا خیالی آسوده برای یحیی گل محمدی و کم شدن اختلاف. تا ببینیم سرنوشت لیگمون در این هفته هایی که داره حساس و حساس تر میشه به کجا خواهد انجامید. نمیخواد به این راحتی ها عناوینی که در این سالها به دست آورده رو از دست بده. وحید امیری تک و تنها بالاخره توپ میبره به سمت چپ در یک فضای مناسب. قرمز پوشان پرسپولیس یه موقعیت ارسال روی دروازه و گل توی دروازه. 1-0 کار برای پرسپولیس داره دنبال میشه. چه گلی میزنه کمال، کمال کامیابی نیا. چه دریبلی زد شجاعی، ارسال با داخل پای چپ و به این ترتیب رو نقطه کور خط دفاعی سپاهان کمال کامیابی نیا جایگیری کرده بود. آفساید هم نبود، تو آخرین لحظه یکی از مدافعین سپاهان اومد آفساید رو پر کرد و کمال دروازه سپاهان رو باز میکنه. دمار خیلی خوب از خودشون به سقف رسوندن بازی های خونگی. یه موقع جوره آل کسی داخل محوطه جریمه، فرصت برای آل کسی دروازه رو باز میکنه. 1-0 به سود پرسپولیس با گلزنی عیسی آل کسی. یه بار دیگه پرسپولیسی ها این بار از چپ میخوام بریزن رو دروازه. این کارو حالا انجام میدن. موقعیت برای پرسپولیس روی پاچاز، ضربه که زدیم شد دروازه باز میشه. بله پرسپولیس گل برتری به ثمر میرسونه و سیامک نعمتیه که موفق میشه حساب کارو 2-1 بکنه. قشنگ و شسته رفته به ثمر رسید. اینجا استوب کرد، اینجوری ضربه‌شو زد و توپ رفت اون گوشه دروازه. ضربه پای چپ سیامک نعمتی. ارسال شد و ضربه سری که رفت و در قعر دروازه جای گرفت. ظاهر گل به خودی زد این بازیکن.